میگم شما هم نوارتون گیر کرده ها. اصلا تا وقت شما نگین که در گوش این قوطی زعفرون چی میگین که برای شما اینجوری عطر و بو برنگ داره، منم لام تا کام حرف نمیزنم. باشه میگم، آخه زعفرون حساسه، باید باش مهربون باشی. نه 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 وقتی میخندی خوشگلتر میشی. پس بریم دو روز اموت خوبه. میگم بذار عید با بچه ها بریم مشهد دیگه. اصلا لطف مشهد امام رضا به دست جمعی رفتنشه. فقط یه چیزی آقا ناصر، اگه که ببخشی عرف میزد اشکال نداره، صدا هاش تخت بخوره بتونه بتونه کس سه تا زعفرونی یه دونه بدون کش. خیلی خوب، بیا این سفارش قبلی رو ببر. باش. شما چیزی خواستی بگی؟ گفت چند تا؟ سه تا یه دونه بدون کشک. سفاس مرجو پرده بابا. میگم شکوفه اصلا همیشه سرحال نیست. بازم میخوایی گردارم هم نمیدونیم. خب قربونه قد و بالات، تو همشه رفتی بهش میرسی میگی دلم نوه میخواد. چی بگم؟ بگم نوه نمیخوام؟ شما دلت نوه نمیخواد؟ معلومه که منم دلم میخواد. تا قرار نیست هر حرفی من و شما با هم میزنیم شما بری بذاری کف دستمون. چشم. آه زیپ. چی جی نگاه میکنی؟ میخوام یه دقیقه تماشات کنم. برو غذا سرد میشه. برای چی بایسته دیگه غذا سرد میشه؟ دست رو این آبه کنی؟ چرا خوبم؟ به مشتری برسیم. آقا نمک لطف میکنه. بفرماییم نمک. خب یه آش خوشمزه برای یه دختر خوشمزه. سوسیس میخوای؟ بچه‌های امروزی. آی دکتر بگین که سوسیس چیه؟ دخترم گاوه درسته رو میندازن تو چرخه گوش، از اون ور سوسیس میاد بیرون. دکتر تنها اومدی؟ نه همون آسر خوب این شکل بچه ها فرستادن آش بگیرن. چه چه سعی جان آش برای دکتر پیاز داغ زیاد. فهمت زور آزمایتون رو بذاریم برای کوهنوردی، برگشت حساب کنیم. سلام علیکم. اومدم هوا بخورم بهتره. خب پاشو بریم دکتر. نه بابا دکتر چی بشین، میرم خونه حالم میاد سر جاش. امروز با مینا قرار دارم. چه قراری داری؟ قرار که آقا ناصر چقدر پیله میکنی امروز، همش سوال جواب میکنی. من قرصاتو شاید نخوردی. نه این احتمالا مال همین تیروئیده دیگه، یه وقت میره بالا میاد پایین نمیدونم. خب برو خونه استراحت کن. برو. آخه شما دست تنها میمونی؟ نه با ماشالله سعید میان. میگم حالم خوبه ها، نگرانه. خیال میکنی من نمیدونم همش تو فکر محمد رضا و شکوفه ای شبا بیخوابه میزنه به سره. این دستمزد سعید با پاداش اضافه کاریشو نوشتم تو دفتر کار. چند تا قبض این تلفن و برق و اینا هم هست که خودم سر را میدم با... آقا ناصر چیه؟ دیدی یادم انداختی که برای امروز دو تا چک دادیم بعد حساب رو پر کنم. خوب همه چی یادت ها نبودی من چیکار میکردم؟ بله کجا شما؟ برو برس به مشتری ها. بله بله ما بفرمو. ببخشید ببخشید
آقا مرده اوی چیه چه در در زدنه خب اشتباس دیگه همایون 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 ای بابا چرا اینقدر داد و بیداد میکنی ماشاءالله خب اینجا هم دیگه داد نداره که بگی این حیوونت مرد یا زنه بیا مرده بی خود بی جهت ما اسمشو گذاشتیم نیشگاه خانم حرفیه قابل اشتباس دیگه اشتباه توی اوشک یا آشخالا دوباره چیه برداشتی برای ما آوردی آخه اون گوجه فرنگی برداشتی آوردی آشخال لیده رو آشخال چیه گوجه فرنگی درجه یک واسه آوردم آشخال چیه این درجه یکه قربت برم درجه یکای رسیده سفتشو برمیداری برای برای پدر خانومت قربت برم هرچی لیده اوپس برمیداری میاری برای ما بابا خب گوجه رو میگیری فشار میده له میشه تو الان منم فشار میده له میشه آقا قربونت برم من اینو به این میشکا خانوم نمیدم بخوره اینو بزنم جلو مشتری بخوره آره اینو بزنم جلو مشتری آره. بخوره تو خواهید اینو میخوری آره بخوره اینا سر قرارمون ساعت 9 یادش نره قربونت برم بعدایی که چی اون وقت؟ حالا به تو ربطی نداره بهش بگو خودش میدونه سر حوشنگ بیه حیگونو تو بگی حیگونو بگی بذارش اینجا حوشنگ بابا چه نمیدی؟ میاد به تو ربطی نداره حالا تو انداختی با ما داری میری دیگه بابا خداحافظ بیا خداحافظ. بیا در بدر کجایی تو خواب مونده بود زهر مرد معذرت میخوام من پول علکی ندارم به کسی بدم آقا قربونت برم یعنی من باید مشتری رو جاجا کنم تو قربونت برم من رفته بودم غذای میشکا خانم رو بدم غذای میشکا خانم بخوره تو سر تو من رو نگاه کن بیا اینجا اون کارهایی که بهت گفتم انجام دادی درست درمون بله آقا خیالش راحت بله آقا مطمئن برو به زندگی جونم ماما کارم داشته ببخشی مادر جان سرم خورده گیج میرفت نتونستم خودم چرا خوبی خدا بد نده چیزی نیست چشمم هم چه سیاهی میره همش تو که حرف نمیزنی بگو دعواتون سر چیه آها دعوا که دعوای زن و شوهری دیگه حالا آشتی کرده قهر که نبودیم ولی خوبه این خوب شد با این چه خوبه چطوری ماما؟ زود اومدی امروز سلام چجوری لباس پوشیدی؟ بد نیست که تو چرا به حرفای شکوفه گوش نمیدی مامان جان؟ خب این چیه اینه بچه کوچیکا رنگ و رنگ رو هم رو هم اینجا همیشه گرم کن میپوشن اصلا از اینا نمیپوشن هیچ کلو مادر جان برو خودت جمعون جورش کن اینطوریه دیگه خودت چشم از اصلا من مرحب نبشیم نه خدای نکرده اگه یه وقت حالتون بچه سریع به من زنگ برو اومدم بده واقعا؟ آره بده به نظر من بده ولی گوش نمیده که برو خیلی خوب باشه من اینو نخیدم اینجور بروشی سعید بیا موازه باش دیر کردی ماشاءالله کلی کار داریم آقا جون ببخشید یه کار خیلی داشت آقا نه این سنگینه سنگین بلند آقا اجازه بده آن سعید میاد سعید بودو وایسا برو رخت تو دب خودت بخش بیار چی میشه مدیر داخلی هم آقا جون من با مینا یه قراری دارم برم پیشش یه سلام میکنم برگردم سری باز چه دست گلی باب دادی مینا سرسنگین بودم کی من دست گل باب دادم آقا جون چه حرفی شما گل میدونی چی گل آقا تو این سه سال از گل بهش کمتر نگفتم آقا جون چیزی یعنی گفتم و اما خب بابا آقا جون همیشه اون مقصر اما تو صبح نشده دیگه مقصر من میشم خب بله ماشاءالله با این کارهایی که میکنی من ممکن 99% به رو خودم نیارم اما 1% فیتیل پیشت میکنه آقا جون دارم نگاه میکنم بابا ای با ببخشی چشم بارو زود برگرد در حدی سلام علیک نه دیگه نمیرم آقا جون چه کاریه دیگه نه مگه شما نو قرار نداری بارو خودتون رو سکن بارو برگرد کلی کار داری میدونی
3-4 بار 45 تا پله رو بالا پایین رفتن یعنی چی؟ 270 تا. خیلی ریاضیت خوبه. وای چی شد؟ یه چیزی جا گذاشتم باید برم بالا. خب بذار خودم میرم. بایستا نمیخواد تو بری بالا، همه این خونه رو به هم میریزی، کار منو پنج برابر میکنی. مینا مینا نگو، بایستا 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 تقدیم با چیز آخه کدوم زن با این همه کوکب لای روزنامه ورزشی آشتی کرده که من دومیش باشم؟ اما واسه روزنامهش میگی خب روزنامه ورزشی گرفته تقدیم باشت اصلا چهار را گرفتی یاره؟ ببین میخندی چه قشنگتر میشی؟ یعنی دیگه صدا تو بالا نمیبری؟ نه خب اشتباه یه بچه دوست دارم من. خب ببین خب باشه حالا بشین اینجا من برم بالا یه سیجا گذاشتم بعد برم برسم خونه ماما اینم. بشین دیگه نه یا نه یا دنبال ما هر گلدون یه لیوان هر روز بغیر از جمعه ها. باریکلا باریکلا، یعنی یه دونه املاکی مطمئن توی این محل باشه خود خودتی قربونت برم. شما نظر لطفته آقا مرتضا. یعنی میدونی این بابای خدا بیامرزه پشت همین میز چند تا معامله رو برای بابای خدا بیامرزه من جوش داده قربونت برم؟ بله میدونم. وقتی بابای خدا بیامرزم داشت قرارداد سرقفلی رو مینوشت قشنگ یادمه آقا ناصر فکرش هم نمیکرد که قهوه خونش اینقدر رونق بگیره. بابای ما اگه کاسب بود آقا مرتضی مال به این دسته گلی و اینجوری به اوبس نمیداد که قربونت برم. بیا بیا آقا مرتضی بیا اینجا بشین یه کاری دارم. بیا قربونت برم جیگر طلا. بیا جونم. ببین آقا مرتضی این چک که میخوام بهت بدم اجازه بده پورسانت معامله نشده و نکرده است. میخوام بهت بدم پیش پیش بذاری اینجا قلب دارم بگیری. دست در نکنه خدا به مالت برکت بده فقط سوء تفاهم نشه. نه نمیشه قربونت برم. صاحب ملک شما باشی واسه پس گرفتن سرقفلی حتما باید رضایت صاحب سرقفلی رو بگیره. شما دیگه چرا این حرفو میزنی ها مرتضی؟ قربونت برم فدات شم. بابای خدا بیامرز ما تو روزگار پهلوان بازی این ملک رو 2000 داده به ناصر زعفرونی. حالا وجدانم رواست من بیام خلوار پول بریزم پای ملکی که صاحبش تو سند خودمم؟ نه وجدانم رواست. حق با شما. خدایی رواست. نه آخ ناصر زعفرونی به خدا به به پهلوان خیلی خوش اومد. سلام علیکم. برو بالا بشین. بفرما به به ناصر خان زعفرونی بالاخره چشمون به جمالتون روشن شد آقا جونی. ناصر جون خیلی خوش اومد. محبت کرد. اینجا چرا میومدین قهوه خونه در خدمت میبودیم؟ خیر حتمی. خیر. خیر ایشالله. کاش که اون خدا بیامرزم زنده میبود خودش سرقفلی مغازه رو پس میگیره. اون خدا بیامرز یک بار برای همیشه سرقفلی اون مغازه رو به من فروخت و شد رفت. بالاخره اون خدا بیامرزم الان دستش از زمین و آسمون کوتاه دیگه. حالا نوبتی هم باشه نوبت ماست قربونتون. باز شروع نکن پسر آقا کریم. چند دفعه بگم نمیفروشم. میدونستم باید بیام همین بساطه. فقط به خاطر گل روی شما اومدم آقا مرتضی. من حرفمو چند بار بهت بزنم؟ ای بابا آقا ناصر عصبانی نشو. روزگار معامله است قربونت برم. شما هی با تشک کشتی اشتباهی میگیری هی تهدید میکنی هی حمله ور میشی آخه نشد که. آقا مایو زشته بابا صلوات بفرستی. سلام سلام محمد وال محمد. بفرمایید. بابا من شما رو اینجا جمع کردم دور هم دیگه دو کلمه حرف بزنیم مشکل حل کنیم دیگه. حل میشه ان شاء الله. حل میشه. مامان دفترش بیمت یادت نره ها وگرنه مثل من مجبوری چند تا پله رو هی برید بالا پایین. ورش داشتم
حالا به خاطر یه خورمالو خودتو به کشتن ندی. آخه خیلی عوض کردم. دیدی برنامه خانم دکتر رو میسی تلویزیون؟ خدا شکر از اون دکتریه که همش میخنده. بیا من خودم برات میچینم. کلی بدبختی به ماشاءالله گفتم شمارهشو پیدا بکنه. نگفتم که واسه خودم میخوام. میگم بیا پایین خودم میچینم برات. بیا. بیا پایین. ببین مامان اون که خیلی رسیده. حالا اینا رو بگیر. این دستت میرسه؟ کدوم؟ این؟ اون خیلی رسیده. این؟ آره. ای نیفتی؟ نه میگم امروز آقا جان یه طوری نگاه میکرد که نزدیک بود همه چیو بهش بگم. نگفتی که؟ نه بابا وایسا من تا یه دقیقه دیگه بیشتر وایستاده بودم اما تو چشام همه چیو میفهمید. میگم تو چرا به این ماشاءالله بیچاره چی نمیگی؟ خب بفهمه بابا شده خیلی خوشحال میشه، بال در میاره. به خاطر اینکه ماشاءالله بی خودکی همه چی رو شلوغ میکنه. میخوام برم دکتر مطمئن شم بعد. میگم این مردا یکم بالا پای اخلاقشون یکیه. هر چقدرم بزرگ بشن باز مثل بچه‌ها میمونن. البته به جز آقا جانم. آقا جانم با همه فرق میکنه. فرشته است، مرد نیکه. خب نمیشه مادر جان. دستم نمیرسه. وایسا. وایسا میدم از محمد رضا بیاد برات بچینه. صدای دو قلواسا دوباره اومدن بیرون. قرار بود که برن مهد کودک که حالا خودمه بده. تو وایسا همینجا الان برمیگرد. آقا جون حرف من سر قیمت سرقلفی یک کلمه، یک کلم ختم کلم تمام شده رفت. ختم کلم حرف بزرگتر هست. همایون بشین بذار حرف بزنیم. شما اصلا معلوم از طرف کی هستی؟ قربونت برم بابا این بنده خدا 30 سال پیش کلاه گشادی سر اون بنده خدا بابای ما گذاشته یه مفخری کرده تمام شد. این دست سنگینه، نمیخوام رو پسر آقا کریم بلند شه. آقا شما ببخشه این منظور بدی نداشت. آقا جون حقم قربونت برم، اصلا میخوام ماله بکشم رو هر آنچه که اون پدر خدا بیامرزمون برام ارث گذاشته. قربونت برم اصلا میخوام یه 6 طبقه بنا کنم ببرم بالا. حرفی عزیزم اصلا حالا که اینجوری شد به زورم که شده من این ملکو پس میگیرم. حالا میبینی این گوشو میبینی؟ بله. رو دوشکی کشتی شکسته، حرف زور توش نمیره. بشین خودتو ناراحت نکن، منظور بدی نداشت. بابا شما بزرگتری، یه قیمتی بگو تمومش کنیم بره دیگه. 10 برابرش هم نمیفروشم. نمیفروشی؟ نه. پس نمیفروشی دیگه؟ نه. من میخرم قربونت برم، میخرم. فکر کردی دستو کردی تو جیبت ما جا زدیم قربونت برم. نه داداش ما اوناش نیستیم جگر طلا. آخه اگه بذارمت فردا چجوری میتونم برم سر قبر اون بابای مرحوم فاتحه بخونم؟ ده همین دیگه، بچه یتیم گیر آوردین هی بزنین تو سرش، هی بزنین تو سرش، هی حقش رو بخورین، هی یغز براش بخونین، هی تهدیدش کنین، هی بیچاره‌اش کنین. اما اینجا چیکار می‌کنی؟ یه کارگر افتاد تو چاله آسانسور. چی میگی؟ کلی محل دنبال بیاشتن. یا خدا بدبخ شدم ساخته اون پایین. آقا نسته کلی تو کشوره سموارم روشنه، اگه زیر کردم در مغازه رو ببر. قربونت برم خدا. چیکار می‌کنی؟ هیچ اومدم میگم با مینا آشتی کردم، این دست گلم بهش دادم و با هم دوباره آفرین. بریم سر ساختمون همایون. گیر داده به سرگفتی بازار داده. بابا یه کارگر افتاده تو چال آسانسور. بابا اشتباهی آقا جان، اصلا آسانسور اشتباه زدی، پلاس شده آسانسور. بریم سوار شو بریم. چاش. علی آقا خداحافظ شما. با آقا خسته نباش. اشتباه. کلا اشتباه. حرفم نمیزنه اصلا. Yok onu! Yok onu! Mortez yok.
بدبخ شدم داداش عزیزم قربونت برم، یه چیزی بگو بفهمیم زنده یا خیلی دیگه. اصلا صداش در نمیاد، پشتم افتاده معلوم نیست اصلا کی بودیم. آقا حواسم به گونیا کسی بود، نمیری تو هایت بمیری، تو زالیسکاری داشت شکاری هم زیاد اومده بود. نمی گفت چی دمیرم تون اینجا کجاست؟ همین چه میدونم کجا رفته، او آمار کارگرها رو داره، رفته کدوم بورش زنی زنی اوجا زنی زنی اوجا تشتشمی خدا بره برون برده داشت برمونم برم، یه چیزی بگو، یه آخی اوخی چیزی یه همه این خودم یا بیا آخه باز من چه تو اینجا کار میکنی نفهمیدی کی افتاده اون تو؟ لباسش مثل جان محمد بود، اون که بالا داره راویز میبنده. ای بمیرین داری گمشین، همه تو صد دفعه بهتون گفتم جانه پای پا مودت رو به نگاه کنید، اینجوری منو خونه خراب و بدبخت نکنید. بری گمشین، بری گمشین، بدبخت شده بود. بایی آروم باش، لیست کارگر کجاست؟ چه میدونم بابا، دست ما همینه گور به گوریه، بدبخت شدم. فخته بود تاتی شد بیچاره، چرا شلوغش میکنی؟ مگه اولین باره تو داری همچه اتفاقی میفته؟ تو بابا چی میگی مرتضی جون؟ قربونت برم، تو این کارگرام نمیشناسی، پس با تو یکشون یک چیزیش بشه صد اول اینجا صف میکشم، قربونت برم دیه میخوام خسر. خیلی خب بابا سکته میکنی، آروم باش، پشو تو دفتر الان اورژانس هم میاد، پشو بیا خودو آلاسه میگن یکی افتاده آسانسور. آقا این اورژانس آتیش نشانی واسه نرسیده پر. مایو آقا خیابون نشیبم باز به نمیرسه. آقا آمبولانس انقدر این الکی آشیر میزنن این باورش. بفرما دشمن شاد شدم، اومدی بدبختی ما ببینی، برو ببین قربونت برم، لشکر کشیده اومده بره رو اعصاب من. اینها بابا بیم بابا حل دیگه بابا چه؟ اگه از اینجا افتاده که بعید میدونم زنده باشه، بودش هم غیر قانونیه. ساکت اشتباس دیگه، صداش داره میاد، این زنده است. آقا الان اورژانس میاد. ناصر رفت تو چال آسانسور کو؟ بیا دیدی گفتم دوباره داره پهل اون بازی در میاد. آقا ناصر برش داشت. آقا ناصر سر جمدت بیا بالا، شهر درست نکن قربونت برم، بیا بالا شروع داشت نگاه حواسش پرد شد. بابا بند خدا اومده بود یه لقمه نون برای زن بچهش ببره، بعد چی هم به سرش اومده نگاه کن. آقای چرد نمیشن اینا، خب مقصرت مایی قربتون برم. خدای نگه بلایی سرش بیاد با یه محله طرفی ها مایون دارم. ببین مگه من بهش گفتم بره پایین که خوب رفته پایین؟ تو واسه کاریه تو رفته بالا دیگه، تو میخواست نه نه کنم بکش بالا، بکش بالا قربونت برم. بابا ده باش رفا، بابا نسته رفا بکش بالا، بکش بالا گیر خمیده که خمیده خمیده باشه خدا حافظ. دم شما گرم. بابا سر کار چرا افتادی این تو بسو؟ اون شده بود. شما گرم. من از تو چکاپ کرده. آره چکاپ کرده. ممنونم. صورت حساب شرکت نفت اومدن؟ آره. بفرمایید.
فهمون پرد ممنون. من یه لحظه برم حسابداری یه کار کوچیک دارم. باشه حواسم. بله خانم آریسه برو بشین زشته. چیکار میکنی؟ برو بشین مامان جزا میبینن اون برمون بعد نیست نیست که ببین ویلکام میشد خوش آمدین سیدبلت کرونده ایمنی چی بود؟ خارجی ها بدقولن و علکه حساس بودی تو برو بشین اونجا میان مامان جزا ببین اگر حواستو جمع کن اینجا استخدام رز میشه خیلی مزایا داره ها. باشه باشه نه نه چشم خیالت راحت چشم حتما چشم 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 همش چشم علکی آره یه چشم نگفتی بهش عمل کنی کی چشم علکی به تو گفتن؟ هیچ وقت دست نزد کسی چیزی گفته باز؟ نه کن تو مگه بچه ای نه چیزی نگفتن هیچی نگفت تو همه این مدت هرچی میگن تو نمیشنوی من میشنوم نکن همه بزن نکن این رو موقع همه ریسپشن هست نکن این بالا که هست نمیزنه پایین نه چیزی نگفتن فقط دوباره گفتن که آره چرا چراغ این خونه خاموشه مدلمون نوه میخواد چرا بچه دار نمیشیم چرا بچه دار نمیشیم بهشون بگو ما لامپ کم مصرف داریم به خاطر همین چیز خاموش هلو سر thank you هلو چرا خوب شد شما اومدیم هلو اصلا من افرز زشت دوست داشنگم سوال مازتونه که به هرچی خانم گفته بوش کردم ایشون گفته که برو دانشگاه گفتم چشم لباس خوب بکوش گفتم چشم میشه بابات کار نکن تو قهوه خونه هرچی گفته من گفتم بچه من آبرو رو گذاشتم تو استخدام شدی محمد رضا خواهش میکنم میشه من برم به خانوادم یهو بگم که ما میخوایم اصلا دیگه جدا شیم این چیز درستیه واقعا اونا میگن آفرین آفرین چه تصمیم قشنگی گرفتین ای وای فارسی حرف زد فهمیدم فارسی حرف اینجوری حرف زد تو بیانیه من کجا چرا داره اینجا حالا بیا دار میرسیم حالا رسیدی شانس منه دیگه گفتم میام بیمارستان بیمارستان آسانسور داره آسانسورش هم خرابه آسانسورشو خاموش کردن که دیرتر خراب شه حالا بیام کمکت نه خوربونت برم ماشالله حق داره میگه پسر خیلی خوبه ها خوبه که اینقدر مراقب منین بذار ببینم چی دارم بدم بخورین ببین چی دارم واسه خودم لقمه درست کرده بودم بیا بخور همسایه ما هم مثل شما میدید از آروم را میرن خاله تو شکمه بچه داری؟ ببخشید آقا منم باید آروم را برم ببخشید خانم مزایر شدیم منم باید آروم را برم ولی شما دوتا خیلی تونتون را میرین بعدش هم هیچکی نمیدونه من بچه دارم و فقط ماما نسرین میدونه و شما دوتا قول دادیم به هیچکی نگیم باشه؟ قول؟ قول؟ قولا خب الان باشیم بریم بالا من هم بیام ببینم چقدر دیگه پیدا مونده الان میدونم بریم مطب خانم دکتر شلوغ نمی کنین مامان نسرین میگفت شما خیلی ساکتین راست میگه؟ بله دیدین حالا مامان نسرین بد شد؟ بله آدم باید همیشه حواسش به مامانش باشه بله دیدین من حواسم بود بردمش آزمایشگاه؟ بله باشی بیاییم باییم ببینم وای چقدر شما رو تو شروع میکنی خسته نشدیم؟ نه خیلی شما رو چند تا پله بود؟ پنج تا این همه پله آمدیم بالا پنج تا بود؟ ببخشید خانم میشه من بعد آزمایش بدم؟ نسرین زعفرانی بودی؟ بله آزمایشگاه تا ظهر بیشتر باز نیست با اینکه الان یکم سرحال نیستم حالا اگه نرسیدم که فردا میام آزمایش میدم این آزمایش خونی که دکتر براتون نوشته خیلی وقت نمیگیره بله میدونم منتها این دخترم تو مطب خواهم دکتره من یکم اصلا حواسم پرته دلم شور میزن با اجازت آزمایشگاه بفرمایید خانم دفترچه‌تون بله ساعت 12 گوش حالا اگه شد میام آزمایش میدم دیگه بله ای
مینا؟ مینا؟ تو چی شد؟ چی شد؟ بر چی داری گریه میکنی؟ از زندگیشون برو برای بچه خانم دکتر ببخشید من مادر مینا خانم، اگه مسئله خطرناکی به من بگی بزنم. نه عزیزم چیزیش نیست، هول کرده، بذارین گریه کنه آروم میشه. من بهش میگم مادر جان تو هنوز جوونی، انقدر فرصت داری برای بچه دار شدن، خب گریه نکن قربونه. خانم گریه یه خوشحالیه، خب تو که اینقدر بچه دوست داری بذار چهار تا دیگه هم گیرت بیار. یعنی ای بی صدا دلم هزار را رفت بخوده گفتم گریه واسه خوبه، نه اینکه اینا رو به ترسونی. مامان من میگم اینقدر من ذوق کردم یه وقت بود ماشالله بگم سکته نکنه. زشت. ببین عزیزم شما تو ماهای اول هر دو هفته یه بار میای که من ببینم شما رو، خب بعد اینکه روزی 10 دقیقه حتما پیاده روی میکنی، غذای چرب و چیلی هم ممنوع، پله هم بالا پای نمیری. خانم دکتر نمیشه پله رو بیخیال شین، خونه ما وسط پله هاست. مینا جان مامان وسط پله هاست چیکار کنم بچه؟ خیلی خوب. نه نمیشه ببخش من خواهر دارم باید برم. خدا خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. مامان باشی آب بزن به صورت آبرومون رفت. اما خونه ما وسط پله هاست برای غذا بده. انشالله. بله آقا جان شستم تر تمیز در برم زن بوله کسی جواب تلفن نمیده، مینا هم جواب نمیده. آقا جون مینا احساس کنم چند وقت یه جور دیگه ای شده، یه خورده عجیب غریب شده، همش احساس کنم چند روزی یه چیزی داره ازم قایم میکنه. چی قایم میکنه؟ امروز هم مثلا داشت با ما میرفت یه جایی، گفتم برسونم، گفت نه نمیخواد، یه جور بدی داشت رفتار میکرد. فکرام دیگه یادش کردی چی؟ من نه آقا جون، من که همیشه دارم واسش گل میگیرم. خب گل میگیره و جوران مافات. مافات چی؟ این خیلی خرابه. اون نه اون قلق داره بده من. آقا جون این دکمهشو میگی، این دکمه رو باید یه خورده محکم بزنی. این کاری که بکنی الان فکر کنم نیکار رو بزنید الان. درست شده صاحب کتابه شخصی تو این جایی هی هم میزنی؟ آقا چون این نونار بگیرم، محمود نونار بگیرم خودم میگیرم. خب بس من میرم دیگه، شما اینا رو بشید خودم میچینم. سلام آقا نشه. سلام دست درد نکنه. این از سفارش ده امروز به تو من است که یه عرضی داشتم. بفرما. سلام آقا نشه. سلام اسمان آقا نشه. در مورد اون بوان میخواستم باز صحبت کنم. زمان چی بکنیم اون رو چی کار میکنم. سعید میخوام یه چیزی بهت بگم به عنوان مدیر داخلی. مگه روزی 3 بار تو نمیگی دوست داری که ازدواج کنی، تشکیل خانواده بدی؟ چرا؟ مگه دوست نداری مرد شی، پدر شی؟ چرا دوست دارم. خب ببین 99% خانوما همیشه میرن رو اعصابت، اعصابتو خورد میکنن، اما اون 1% یه کاری میکنه قشنگ حالت خوب میشه. ای جان خوشت اومد دیگه نه؟ حالا اخلاق خیلی مهمه، یکیو بگیر که مثلا اخلاقش خوب باشه، هم اخلاق اون هم اخلاق تو عین من. خوبه اخلاق تو خوبه. اخلاق من خوبه دیگه، کی گفت اخلاق من خوب نیستش؟ ببین میدونی چرا خانوما دو دستن؟ برای که این دست تو این دست جا نمیشه، این خیلی عجیبه. چی داره میگه؟ ماشاءالله آقا جون خسته نمیش، بده بزن برکت اون زیر. این تخم آقا هنوز اینجاست که آرام. دعواتون سر چی بود؟ آقا جون خب بهش گفتم بچه دلم میخواد اونم قهر کردش. همین؟ به جان مینا خودم میدونم اشتباس، اصلا میدونی چی آقا جون، هر وقت دلم بچه میخواد بلند میشم میرم شهرستان پیش خواهرم اینا، انقدر بچه میبینم که تا 6 با صداشون تو گوشم زنگ بزنه. شهرستان همین را شیرخوارگاه این بغل هست که. خب آقا جون بچه من دوست دارم چی کار کنم؟ منم بچه دوست دارم. شما هم دست داری؟ بلکن، دست داری. باشه، اگه بچه دارشت، اگه بابا بشم، قرنم جلوی همه. جلوی همه چی کار میکنی؟ ایچ چی ردش کار. نه، اون که... چی؟ بارد میکنیست؟ واقعا جلوی همه میخوایی کار میکنی؟ داره دیگه انجام میدم، قرن میدم. آره دیگه. آره دیگه. بارد آدم
من مدیر داخلی ام. شکوفه من نوکرتم همین امشب به خاطر من خواهش میکنم من لشکه نمیکنم میگم حال حوصله چرا آخه چهار تا پلاس بیا بابا داری زور میگی من الان باید بیام بشینم پایین الکی هی لبخند بزنم ببین چه خوشگل میشی میخندی گفتم الکی داری میخندی گفتم الکی داری میخندی بیا بریم پایین دوست نکن خودت ببین دیگه یه دقیقه میشینیم بالا میشینیم خیلی خوب باشه بریم شکل نیفتی نه حواسم چه واسه پله پایین رفتن مگه پنج سالته ببین بزنه بگم بزرگ شدن دعوا نمیکنن دیگه به هم دیگه دوستیشون تموم شد انسان شدن سرد نش سردم نیست میخوای فکر کنم بزرگ شدی کاری نداره که همین الان برو بهشون بگو من و شکوفه داریم و هم جدا میشیم به همین سادگی خیلی هم خوب میشه من جمع میکنم میرم اهواز تو هم هر شب میشینی پیش مامان زینا اینقدر میخندی خوشحالی میکنی ببین خوبه ها منتها تو بری اهواز منم میام بود من نمیمونم تهران تنهایی دست از سر من بر نمیداری نه یعنی چی تنها کجا میخوای بلند شی بری مثلا من برم محمد رضا مثلا برم این بنده خدا ها هم جمع کنم بیام بالا زندگیشون رو کنم کی میناتونو شوهرش و بچه‌ش. ما قرار بیام بالا. مامان ما چیزی نگی. کجا این شما؟ سلام مامان. مامان جون سلام. علیکم سلام. خوبی؟ شام چرا نیومدین؟ قربونتون برم. دستتون درد نکنه. ما که هتل شام. یه هوایی بخوریم بعد میایم دیگه میایم پیش شما. بابا همه منتظرن که. چشم. الان محمد رضا که یکم هواشو خوب. من جمع می‌کنم مامان. دستی آقا ماشاءالله. خیلی خوب. این شد حرف حسابی. چشم. دمت گرم و نگفتی بهش. معلومه که نمیگفتم بهت قول داده بودم مثل تو که به من قول دادی فردا میریم همه چی رو تموم میکنیم دقت کردی من تو این 5 سال روزی 10 دفعه دارم بابت همه چی قول میدم آره ولی به هیچ کدومش هم عمل نکردی که دلم خوشت بشه محمد رضا بابا من که آخه تو چی؟ برو خرمالوها رو بچین محمد رضا قول یه دونه خرمالو هم برای من بچین 10 تا میچینم برات. دست شما درد نکنه. نوش جان من. خیلی خوشمزه بود. دستتون درد نکنه. چقدر میخوری بسیار. خب چیکار کنم؟ گوشمه. مگه دست خودمه؟ چیکارش داری؟ ماشاءالله شما داشو بخوره. خودت بخور. راحت باش مادر شما بخوره. من یه چیزی آروم به تو گفتم قرار نیست. این واسه پلاز این بالا پایین میره. این گوشنشون میشه. نمیدونم تو چرا رفتی خونه گرفتی بالا اون همه پله. ما هر سری اومدیم زانو درد مردیم آه. اصلا فکر کنم رفتن اونجا رو گرفتن که ما نریم خونهشون ها من یه درصد هم فکر میکردم قراره به این زودی بابا بشه اصلا اونجا عمرن اجاره میکردم نه آدم وقتی بابا میشه آدم احساس کنه یه دفعه گنده شده نه آبه ندارم تو به این زودی ها گنده نمیشی محمد رضا هم ایش وقت بزرگ نمیشه آدم سالم هم یه بار اون پله رو بره بالا بیاد پایین از کمر میفته چه بسیم به زانو من که نمیذارم دیگه بری اونجا آقا جان چرا 5 تا پله داره چرا 6 تایی که چرا کم کردی آره حالا این شب از این خونه تون ولی از فردا باید دیگه بیان اینجا نه آقا جان مزاحم میگی نمیشی نه آقا شما این شب میمونیم حالا اون که قدمتون رو چشم البته ولی خب میگم بهتر بود که آقا ماشاءالله یه خونه میگرفتن که آسانسور داشته باشه لااقل من همینو میگم آره دیگه آسانسور دار میگیره آره البته چیز دیگه آسانسور خب چیز اشتباهه دیگه اون پله اطمینان پاتو میذاری محکم میری بالا بعد ایمنی دارم آسانسور که آقا جان تو پول نداری خونه با آسانسور بگیری در نمیشه آسانسور بد باشه درست با شوهر من صحبت کن چی بهشام جوابش میدم ببین اتفاقا آقا جون یه جا دیدم ویو ابدی بعد گرمایش از کف فقط دنبال یه وام میگردم اونجا رو بخرم یه خیالم راحت بشه که رو من حساب نکنی هم از فردا جمع میکنین میایین اینجا شبی روزی اتفاقی کنار ما باشید ما در پاشون شیرنی رو بیارم آی 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 مواظب باشی اون فرش اونجاش که سنجاق زدم امیر علی اونجا چیش کردم بابا آبی رو بچه ها نبر دیگه آی مامان شما هم دلتون خوشه ها انقدر مهربونن مردم فکر میکنن اینجا مهد کودک داریم بزرگشون میکنین دیگه نه چه اشکال داره بچهای مردمو نگه میداریم نوامون هم دارن میان دیگه بله ان شاء الله همیشه میگی نوامون تازه یک ماهشه بود تا حالا بیا نه اینجوری اصلا چش رو هم بذاری سری بزرگ میشم مگه ازدواج ما نبود گفتم دیروز بوده ازدواج کرد عروس شدی بود دیروز شد خوردم خب دکتر بهم گفته بهترین روزای زندگی تو داری میگذرونیم و دلم نمیخواد بهترین روزای زندگیم رو پله ها باشه پله اشتباس دیگه نگو دیگه حالا بچه تو که قدمش خیره ولی واقعا بچه داری حوصله میخواد ای مادر جان نگو این حرف خدا قهرش میگیره نه نمیخورم منظورم اینه که تو اصلا واسه چی هنوز نشستی مگه درس نداری پاشو بریم بالا هر شب به یه بهانه درس نمیخونه پاشو آقا من داشت یه چه خوندم 2 ساعت بعد غذا اصلا نباید چیزی خورد و اینو نگاه دروغ
دروغ میگه، ده دفعه کنکور داده رد شده به خاطر بابا. من نگو دیگه میگم بشین دیگه مادر، چون مریمم چقدر خالیه. آقا ماشاءالله. شما یه قولی به من داده بودی. چه قولی؟ که بلند شی دست و پای تکون بدی. نه آقا جون، نه آخه نه اینا دست مال نمیشه. نکن دیگه. خب برگش میکنی که دیگه برقام رفت. شما دارم گرسوزی به دست اونو من نفسش رو دست خالی کردم. بچینم.